سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. من پویا هستم، خوش اومدید به این ویدیو ترسناک بد فریکیه دیگه. امروز براتون یه ویدیو دیگه از اون روسه آماده کردم. درسته بعضی از دوستان کامنت گذاشته بودن که روسه هیجانش کمه حالا، ولی خب این ویدیو خیلی پر هیجانه، کلن با ویدیو قبلی فرق میکنه. روسه پا میشه میره توی یه روستای متروکه که توش هیچ آدمی وجود نداره و اتفاقات فوق العاده وحشتناکی براش میفته که میخواد از اون خونه فرار کنه، ولی اون جن یا همون موجودی که داره اذیتش میکنه نمیذاره و اتفاقات فوق العاده عجیب غریبی میفته و این ویدیو با ویدیوهای قبلی روسه زمین تا آسمون فرق میکنه. رفقا دمتون گرم، اگه تازه هستید توی چنل من، تنها کاری که بتونید منو حمایت کنید اینه که اون پایین دکمه سابسکرایب رو بزنید. حتما اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و اینستاگرام هم براتون توی ویدیو میذارم، اینجا هم براتون میذارم. توی اینستاگرام یه سری توضیحات دادم راجع به ویدیو و کلا راجع به خودم و ویدیو گذاشتنم و این چیزا، حتما برید اونا رو ببینید، نظرتتون رو بگید، اینستاگرام منو فالو داشته باشید که توی هفته های دیگه یه سورپرایزای خیلی خوبی براتون دارم. و کسایی که کامنت میذارن که خودت کی میری جستجوگری و اینا، توی هفته های دیگه داریم یه کارهای انجام میدیم. بریم سراغ ویدیو ترسناک امروز. خب طبق معمول با اون موتور باحالش داره میره سمت اون روستای متروکه. دوستان همونجور که گفتم این ویدیو فرق میکنه، این ویدیو اتفاقات عجیبی توش میفته. знаю, что это за место. Этим летом я уже посещал его. Этот дом находится на краю деревни. Дом настоящий ведьмы. قبلا خونه یه جادوگر بوده. این خونه که داره میره. یه دستگاهی داره که اسمش EVPه. میبینید میگه هدیه من را بگیر. این EVP توی یه توضیح من بدم، این دستگاه EVP یه دستگاهی که کلن برای این کار ساخته شده و کلن برای این که با صداهای فرکانس‌های مختلف رو بتونه ضبط کنه. توی خیلی از جستجوگرهای خارجی این دستگاه رو دارن و خیلی تاثیر داره، دقیقا ضبط میکنه که اگه اجنه و ارواح و اینا بخوان باش صحبت کنن، باش ارتباط بگیرن، به صورت نامعلوم ضبط میکنه که این بعدش موقع ادیت این صحبت ها رو معلوم میکنه و من براتون زیرنویس کردم. Аналитики и на разборе слов, полученных при помощи EGF электронно-голосового феномена, записанных с помощью микрофона, Надежда Ляма не услышала. Они всегда окамела واقعیه. Но услышала многое другое. Такие фразы как «Не дайте ему снимать разговоры о ведьме». Ссылочку на это видео я оставлю в закрепленном комментарии. Не хочу, чтобы она видео запомнила. Там услышите еще множество расшифрованных слов, записанных в этом доме. Что касается расшифрованных слов... Каламатыш бар рамзгошай беше, чон зиад маалум не ски чи бие. Не хватало то звука, то видео, то всего вместе. На файлах, записанных мной, в некоторых моментах просто нету звука. بعضی جاها هم که یه قدرتی دارن، یه قبیله از جنن که یه قدرتی دارن که میتونن فرکانس ها رو قطع کنن، یهو ویدیو قطع میشه، نور قطع میشه، صدا قطع میشه. Посмотрев аналитику от Надежды Лямы на мои видео с этой локации, я понял, что сюда нужно вернуться. Нужно попробовать связаться с этими сущностями, голоса которых были записаны при помощи микрофона. Если они не хотели, чтобы я здесь снимал, а временами на файлах отсутствовало видео, то, возможно, они в эти моменты появлялись. А истинная цель моего канала – заснять сущность. Усан, зирнэвис, аги бази джаха эштеба минивисе, ман баратун тозим бидам, чон автоматик зирнэвис шоде. То есть заклеил пленку. Ге хадаф ман ин, ке ман, хадаф ам коллан, хадаф ин канал ин, ке аз ашбах, ала уна мигян ашбах, ма мигим джен. Сад дарсад ам дженне. Аз уна бетунам фильм бегирам. حالا این دفعه میخواد فیلم بگیره ولی رکب میخوره. кстати, пока заклеивал, была какая-то странная активность, то есть на заряженном фонарике я только приехал, он начал моргать, пока я клеил окна. Я не знаю, что это.
پنجره ها رو داره چسکاری میکنه، از این حالت نایلون میزنه. Но фонарик был заряжен. А из нового оборудования в этом видео... Качали, о, коло гузыше, качали. Который измеряет пульс. Эй, вой. Дар теку ми хоре, гачай. Я фекон нам эндафе бе е ной джен хели бади хорде. Ман ту инстаграм е пост гузыштам, амбай джен ха ро тозих даде тун пост. Хатман берид бебинид. Ни камеры, ни прибора. Там есть ли... Русе хейли, песар хуе. Ман ба админа ютубеш ке собат мкардам, камел видеошо бедуне копирайт гозаше, ва хар кеси митуне эстефаде коне. Может пока... پنجره ها رو چیز کرده دیگه. توی روستا بهش گفتن که اینجا یه خونه تسخیر شده است که قبلا خونه یه جادوگر رو بوده. توی روسیه هم اینجور چیزا زیاده، جادوگر رو کلن داستان ها زیاده. دنبال یه دلیلی میگردی که اون صداها رو توجیه کنه دیگه. این بغل ضربان قلبشو داره میزنه، این پایین که دارید میبینید سمت راست ضربان قلب خودشه. قشنگ یه جای خوفیه، خیلی دوست داشتم اینجور جا رو بشه تو ترکیه پیدا کرد. حالا یه جای فوق‌العاده خوف و خفن براتون پیدا کردم. هفته دیگه میریم برای فیلم برداری. نه با هلیشات گرفته. Так, друзья, камеры и приборы установлены. Сейчас хочу при помощи микрофона и наушников попробовать связаться с теми сущностями, которые в прошлый раз здесь говорили, чьи голоса были записаны при помощи микрофона. Хотел бы использовать доску EVP. Я хочу задать вам несколько вопросов. Дары больше не ртебот баргаранку. Кто вы такие? کافی هستیم، ما بسیار دوست داریم. почему вы здесь находитесь؟ من بیشتر میخوام سر کار بذارم، احساس میکنم. یه یوتیوبر دیگه هم هست. کامل اینجوری با EVP صحبت میکنه، اونم حتما براتون میذارم، اون خیلی دیگه خفنه. может ли вас увидеть человек или записать видеокамера؟ این سوالیه که خیلی ازتون میپرسید. آیا میشه با دوربین اجن و ارواح ضبط کرد فیلمشونو؟ چه ریلکس هم نشسته، جواب نداد. итак, друзья, сейчас ночью по-прежнему ничего не происходит. این روزه ویدیوهاش همینه، اول ویدیو یه خورده ساکت و هیجان نره، بعد که یه خورده میگذره مزاحمت ایجاد میکنه واسه اجن و اروا شروع میشه. دارم میپرسه ازش شما اسمی دارید؟
Осчинджайт. Можно ли вас видеть человек, либо можно ли вас заснять на камеру? И хейли соли мы. Кто вы такие? Почему вы здесь находитесь? Я знаю, что вы здесь. Почему вы здесь? Соли, ки хаме мор даргириш керде. Я хочу узнать, почему вы здесь находитесь. Есть ли у вас имена? Можно ли вас увидеть человеку или заснять на камеру? Я не знаю, друзья, что сегодня. Время 3:05. Сацы. По-прежнему все тихо. Наверное, буду. Руфак, я чуть-чуть توضیح بدم. اگه ویدیو واقعی میخواید ببینید، اینجور ویدیو رو باید ببینید. اگه دنبال ویدیو واقعی هستید، دنبال واقعیت هستید، اینجور ویدیو رو باید ببینید. ویدیوهای دروغی و ساختگی تو یوتیوب پره. خیلی هم میان میگن نمیدونم پاکستانی‌ها رو بذار، هندی‌ها رو بذار، حالا بعضی از عربا رو بذار. ولی رفقا من ویدیوهاشون رو نگاه کردم. خیلی ویدیوهاشون ساختگیه و خیلی هم خنده‌دار ویدیوهاشون. اگه واقعیت می‌خواید این ویدیوئه. اگه یه چیز واقعی میخوان، ولی نه اگه فقط دنبال اینید که یه پیرزنی رو بیارن یه چادر سیاه روش بندازن و الکی بترسونن، تو یوتیوب پره همچین ویدیوهایی. من توی کانالم سعی میکنم ویدیوهای واقعی بذارم، چیزایی که نزدیک به واقعیت و احساس میکنم که ویدیوش واقعیه. قشنگ داره باهاشون ارتباط میگیره. Ну, сегодня тишина. Заребан قلبی 104. او رفت بالا. من یه چی کنارم اینجوری بیفته، یعنی باد زد، بلش کن. باد بود. ای وای من شروع شد. صندلی رو برد اونور. با دوربین داره میگیره که ببینه دیده میشه یا نه. ضربان قلبش اینور زده که شما ترس واقعی رو وقتی میترسه شما ببینید. جلوش چرا اینجوری میکنی؟ توی ویدیوهای قبلیش معمولا از این اتفاقات اینجوری نمیافتاد. Зачем вы это делаете? یا خدا. خودتون یه لحظه بذارید جای این روسه. ای وای من. قشنگ داره باش بازی میکنه. این دفعه به فکر کنم جن بدی خورده. از چند تا دوربین نشون میده. یه دوربین گوپرو هم به خودش وصله، به سینه‌اش وصله. چراغ خاموش شد. اوه این دوربینش در شبه، این تو تاریکی مطلقه بیچاره. آیا شما از ترس تغذیه میکنید؟ من از خیلی ها شنیدم که اجنه و ارواح از ترس شما تغذیه میکند. میخواد نترسه یه جورایی. دره داره بس خوش باز و بسته میشه.
گفتم این ویدیو فرق میکنه با بقیهش. تو هم تجهیزات کامله ها، این فکر همه جاشو کرده. روشنه میشه حالا. تو هم یا خدا سخته. Там есть кто-нибудь? Kimse var mı? ویدیوهای این روسه رو من چرا دوست دارم میذارم و خیلی هاتونم بهم میگید ویدیوهاشو بذار، چون کارش واقعیته، به واقعیت خیلی نزدیکتره. دره داره باز و بسته میشه. ای وای تام یست تو این بود. ای وای صندلی بلند شد خورد تو سرش. وای صندلی بلند شد کامل. وای شد ای وای عروسکه چی میگه؟ عروسکه چشاش روشن شد. کنم رفت تو عروسکه. رفقا اگه چیزی دیدید تو ویدیو حتما تو اینستاگرام برام بفرستید، مثل ویدیوهای قبلی استوری میکنم پستش میکنم. ایفو چی بود؟ این چیه داره میترکه؟ مرمین مرمینش ترک چی ترکید؟ عروسکه عروسکه بای عروسکه خیلی وحشتناکه. بدبخت میخواد فرار کنه. لعنت به مادرت. نزمیشو پترو من دوست توکه. اسلحه تو در بیار پسر، اسلحه دلوله تو در بیار، الان وقتشه. با تو چیو میخوای بزنی؟ میگه من هنوز اسلحه هم هستش. میگه منظورش که چجوری اون دو... اون چشما چیه اون پایین؟ اون نورا چیه اون پایین؟ شما هم دارید میبینید 100%. اون پایین دو تا نوره، شاید نمیدونم، شاید یه دستگاه. میگه چجوری حال وسایلمو جمع کنم، میخواد فرار کنه بره. میخواد اینجوری از خودش دفاع کنه. این فکر میکنه موجوده بابا، نمیتونی با این بزنیش. ولی بازم دمشیم. آره اونا یه دستگاه. یه لحظه فکر کردم دوتا چشمه. اوه چیه مرداش.
نمیره سمت وسایلش بیچاره. اصلش اون بر رو جرأت نمیکرد بره برداره. تا کمر برفه. اون چی بود ترکید؟ خیلی ترسناک بود. ترسناک سایه خودشه؟ سایه خودش رو میکنه. بلین، یعنی شو باید سایه خودش بود. شست وقت نمی استریم. آها، اون فکر کنم اسلحه خودش بود که شلیک شد. اگه اون ور بود میزدش، چون چیزی نداره که بتره که اصله خودش بود چلیک شد. اون عروسکی داستانی داشت. از این رفت، میخواد از این بر بیاد تو. چیکار داری میکنی؟ آها، داره اون چیزی که نایلونی که کشیده رو پاره میکنه. آخه با اون چجوری میخوای بزنی؟ آخه نیرو داره اونو از بمبان آینه ازش استفاده میکنه. استو دیگه روژه چیه اون تو؟ روژه نستوله. اصلش رو صندلی بود شلیک کرد. این بر همین میترسه بره تو که یه وقت شلیک نکنه به سمت خودش. بگرم تو نکوده دفعه پیش بهشون شلیک کرد، این دفعه اونا دارن بهش شلیک میکنن. تو بگمید عجب. Так, приклад к окну. Блин, нафиг гири еще вурден. Нафиг не керам шоджа, тар аз ин собата ваше. Хейли тарсиде. Арбата, хар ки ваше, ми тарсиде. Ман ам башам. Дайган. اسلحه رو برداشت. اسلحهش بود چلیک کرد. میخواست. خیلی عجیب بود. واقعا این ویدیو عجیب بود. میخواستن با اسلحه‌ای که دفعه‌های پیش به طرف خودشون شلیک کرد، میخواستن به خودش شلیک کنن. این شانس آورد که رفته بود اون اتاق. من دیدم نمیاد این بر. دوربینه خودش افتاد. دوربینه خودش افتاد. Защита.
رفت قایم شد. یکی سو سردی منیتو باید از دوم داره میره وسایلشو برداره فرار کنه بره. شاید اینا توی ویدیوهاشون بسم الله نمیدونم این چیزا نگم، ولی واقعی تره به نظرم، کارشون واقعی تره. حالا کار واقعی میخواییم ببینید، یکی دو هفته صبر کنید، خودمون میریم جستجو. رفقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا من همراهی کردید. ویدیو تموم شد و بعدش فکر کنم دیگه میره سمت موتورش و میره سمت خونه. حالا قسمت بعدیش اگه ادامه داشت و راجع به این اتفاقات توضیحاتی داد، من حتما براتون میذارم. اگه خوشتون اومد از این قسمت حتما برام بنویسید توی کامنت که بازم از این روسه براتون بذارم. کاراش خیلی واقعیه، شرمنده اگه خیلیاتون به این پیام میدید که از مثلا فلان یوتیوبر برام ویدیو بذار. اگه نزدیک به واقعیت باشه، اگه ویدیوشو ببینم ویدیوش اوکی باشه و بتونم اجازهشو بگیرم، حتما براتون میذارم. ولی اگه کار اینم دوست داشتید حتما توی کامنت ها برام بنویسید. سابسکرایب هم یادتون نره. دمتون گرم، من پویا هستم. See you round.